اینو الان چیکارش کنم؟ اینو الان آقا همین آقا همین ترس به دلت راه نده. ایده اینه ببخت خودم میزنم. هیچ ایده نمیزنیش. شما این پشت وای میسی خب تو عمر دو تا باس زدی. دو تا باس زدم. منم دیدم دیده. دیده. تو هم دیدی. دیده که من نبودی که. شما همینجا وای میسین. من میرم اینو میزنم برمیگردم. اوکی. مطمئنی میتونی؟ تکی؟ آره. تکی. نگاه کن. ببخشید. دستم خورد. نه. می‌خواستم چیز کنم. نه. برو عقب. می‌خواستم شمشیرمو بزنم به شیلدم. تا خود دیدی این توی فیلم ها شمشیرشون بزنم به شیلدشون. رفتم. بسه موزم. هی. گلمه. دوست فلان. آقو دارم گلم. بیا جلو ببینم. بیا. آی. صدا سگ دادی چی شد؟ چنان زدت که صدا سگ دادی بیا بغلم تو که هیچی بهش دمیج نزدی که نیما بلو امین نیما بلو بایستا میخوام تلاشمو بکنم میخوام تلاشمو بکنم نه خیلی دمیج بدی میزنه خیلی دمیج بدی میزنه نه شما آرمور نداشتی بابا جان زره نداشتی بیا زره بدم بهت زره بده نه خب این چقدر دمیج میزنه نه یه دونه قلب آقا امین من دلم تک شده برای ویجیلن چیه این دنیای مسخره پیداش داری میبینی ما سرویس شده دیگه بس من بخوام برم ویجیلن تو داری کجا میری؟ نرشو من خودم سرتو میبرم این بمیره ما میخواییم چجوری پورتالو بسازیم سوال من فقط این مگه تا الان این کمکی بمون کرد بابا حداقل چهار تا آدرس میدونه نه خودمون پیدا میکنیم دیگه این کمکی نکرده این فقط شیره سیب زمینی کشیده خورده آره الان زره دادم بهش بابا جان زره دادم بهش گفتی که زره خوب بود زره اصل داده به من میگه این زره برو باش باز بزن درست تو اصل بینیم اولی به هر حال آره درست نبوده آره نه البته نمیدونم بگیم اسبه هم تعریف محسوب میشه تو گاوه با اسبه یکی نیست تو این سر جمع کن بریم بزنیمش بابا میزنه همه من از چپ میرم تو از راست برو نیما از وسط بره تو پاش همه منو میکنم ببین ما هیچی نداریم نوبتی حواسشو پرت میکنیم اینش میگن اگرو خوب. اگرو میکنیم بعد یکی از این ور میره یکی از اون ور میره بعد یکی با بالا میزن این با دو ضربه داشت میگن اگرو سواپ یعنی یه دونه من میزنم میاد سمت من خب همین که اومد سمت من تو یه دونه بیا از پشت بزن بعد میاد سمت تو من یه ذره در میرم بعد دوباره مثلا من میزنم دوباره همین میشه ردیار که چهار میکنی تا بریم جدید بعید میدونم هیچ راه فراری نیست هیچ راه فراری نیست 10% و این 10% که تو بردی نشون میده که تو تواناییشو داری او میمیره یه دونه زد زیر گوشم 3 متر پر شدم اون برد خب ببین هی بیا هی یه چیزی بخور خونت پر شه دوباره برو بزن مسخره بازی که نیست منم اگرو ثوابش میکنم نه یه لحظه این چی؟ این کی؟ بچه بیان کمکش داره میزنش بیان کمکش همه رو سیب سرش بزنیم پدرام بگی جان آخ جون بگو بگو کجا بودی چرا رود قارچ در اومده من تو متاورس بودم دیگه اوف عجب لاست نفاس بودی قارچ ازت در اومده آره نه ببین این جدیدترین مدل آرموره محصول 1732 کجا وردی قبل از میلاد متاورس یه جایی واسه خود دیگه قبل میلاد بعد میلاد نداره اینا مگه داستان تاریخ چیز اینجا توضیح نداره من نمیفهمم بابا جان دوشه با گفتم نمیفهمم پیر شدم از دست این پیرمرد آره واقعا من شاهد یهو خلف شد یهو یه جایی خلف تر شدم بس کردم پیرمرد جوان‌تر شده سیب زمینی میمالم به صورتم بابا جان پوست سیب زمینی ویتامین داره نه اصلا عجب جایی بود ببین همین تو نمیرون اینجا بریم بیرون من واقعا نفسم گرفت اینجا دیگه بریم بیرون دیوکسید کربن اینجا زیاد شد انقدر آتیش روشن هر چیزی لازم داشتیم که براش پسر نیما بو میده نه بیا ببندنتو
دهن تو دو دقیقه ببندی نمیگن لالی، میگن بابا جان، میگن اینجا مردم از هفت در میادن. خب از که میگن اینجا رو باید بکنی، اینجا رو باید بکنی، هوایی تازه. به به اینو اینو ببن 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 بمونه نیمو بیا بالای ببن نیمو بیا بالای درش ببن لازمش داریم چجوری؟ آه اوکی باشه باشه، بید بالا بید بالا، اینجا پلکان درست کردم. آقا پدرو فرام تو چند تو خیلی وقت با ما نیستی، زهرا رو ندیدی؟ آره من درگیر متاورس شدم، یک آدمای دیگه زن پیدا کردم. نه جان کدبانو خوشم، چه آدمایی تو متاورس شدم. مهندس سمی اصلا آدم ماه عالی، مهندس سمی نظر دکتر سمینی اونجا میگفت ترجیح میدم مهندس باشم، حالا مثلا که ازش عوض شده رو مغز ساختمون کار میکرد. آره رو کلن زد تو کار طراحی ساختمون و اینو مهندس بود خودش. بعد آقا نوبل، اصلا نوبل رو دیدم حال کردم، بعد باورش نمیشد این کیش میشای شکمجا رو. گفت من این همه تلاش کردم تی ان تی رو اختراع کردم، بعد همچین قدرت انفجاری زیادی هم نداشت، چجوری با این ایده چیز اومدی؟ منم خودی از اونها رو داری؟ آره شکم دار. برای چی کار میکنی؟ بهترین آدمی که اونجا دیدم مینه کی بود؟ اصلا یه آدمی دیدم که زندگیمو عوض کرد. هر چیزی که دارم دستم، شمشیر شما ببینید، من اینو بزنم الان میمیری. آره نزن به نظرم. آره بزن جونی ما بزن بابا جان، جونی ما بزن ببینم باید ثابت کنی افید. نه بزن نیما، نه این آروم میمیره، هر چی اون دیوونه میگی نه باید انجام بدی که. آره بیاین دوست باشیم. آقا من اصلا یه آدمی دیدم طبیب غریب. آره ببین اولین بار نمیشه اسمش خیلی برام عجیب بود، گفتم نظیرش دکتر استرنج طبیب قریب پورتال نمیزد چرا؟ ولی نه اون نیستش، گوش بده آقا. مثلا این اول دیدم گفتم کی هست؟ گفت غریبم. بعد فکر کردم مثلا اینجا چیز شده تنها. آره گفت طبیبم، طبیب غریب. بعد فهمیدم که ها این طبیبم هست. فکر کنم جیمز باند خودش رو معرفی کرد، یعنی گفت باند جیمز باند طبیب غریب. یه آدمیه که آقا همه چیزو میدونه، یه عالمه دنیا خبر داره، همه این دنیا رو چک کرده. مثلا شما نمیدونم یه دنیا دیده و توش میگفت اصلا پیرمرد جوونه، نمیدونم یه دنیا دیگه دیده و میگفت محسن اصلا تر نمیده. یه دنیا یعنی چی؟ یعنی چی؟ نمیتونه ما رو ببره به اون دنیا؟ نه 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 آروم بگیر. من درخواست جلسه سه نفره دارم نیما بیا. این از اون شرایط سرکاری نیست آیا که داری چرتو برد بارو میکنه؟ طبیب غریب و مهندس سمین یه کمی یه چیزی رو ولی ای بابا ای بابا آقا پدرام هر چی باشه دروغگو نیست. یادتونه سر پورتال هم این دیوونه ها رو رفتار میکرد؟ راست میگه، ولی راستش رو میگفت، دروغ نمیگفت. من یه درخواستی ازت دارم، ما سمت اون دنیایی که من توش تر نمیدم نمیریم. شاید پیش اومد میدونی، شاید. نه نمیریم، اینو به من بعد تضمین بدین الان، یعنی من همینجا میشینم. پیلو مرد اشتباه کردی. نه رفت اصلا رفت. همینجا میخوابم، همینجا بخواب. ما میریم اونجا، یه محسن هست دیگه. بعد از این هم وقت اومدیم جلسه تنهایی میذاریم. که یه سری چیزها رو با هم مرور کنه. آره خلاصه که این یارو طبیب غریب مت کلی دنیا به من نشون داد. ببین واقعا دنیاها زیادن، اصلا یه دنیایی بود توش امین ته میداد، بعد نیما کسی بود که مخالف بود، حالا محسن هم عشق گروه بود، اصلا چیز عجیب غریبی بود. خلاصه که این همه دنیا رو به من نشون داد. چی بودی توش؟ تو چه شکلی بودی توش؟ یه گاو من... دیگه یه گاوی که بودی توش مختلفی بگیرم ولی بیشترش رو گربه بودم. خب یعنی تو تمام این دنیا ها رو دیدی؟ ببین همش رو که نه، این تعداد این دنیا بی نهایت. چند تاشو برای مثال بهم نشون داد، بعد خیلی آدم خفنی بود، گفت من میتونم پورتال باز کنم بین این دنیا ها و مثلا جابجاشم و فلان و اینا. بعد همه اطلاعاتشون هم میدونست از آینده و گذشته و حالا اینا همه خبر داشت. گفتم خب تو که حالا اینقدر خفنی، بیا یه کمکی بکن، ما برگردیم ویجیلند. یا دنم سرویس شده اینجا، یه شیرمردی هست همچین حافظش خوب کار نمیکنه اینا. از اولش گفت نه و اینا، همچین خیلی ناراضی بود. گفتم با ما این وقت به مردم اینجا کلی کمک کردیم، خواهش میکنم با سن کلی مردم اینجا نجات دادیم، علنم اینقدر زحمت کشیم، دنم صاف شد، فقط میخوایم برگردیم ویجیلند. گفت ببین اوکی من یه کمک ریزی میتونم بکنم. گفتم چی؟ گفت ببین نیازی نیست پورتال جدید بسازی. خب شاکی شدم، گفتم
ما دهنم صاف شد این همه وسیله جمع کردم واسه پورتال. گفت کافیه یه پورتال نصف کار اینا پیدا کنی از اصطلاح نیمسوز استفاده کردن. نمیدونم پیرمر نیمسوز میدونی چیه پورتال؟ آره نیمسوز. بله همون پورتالی که پشت خونش روشن کردیم گویا نیمسوز بوده که این اتفاقات افتاد. بله آره گفت اونو اگه شما چیز کنیم میتونین دیگه با کمک من با پورتالی هم که من ایجاد میکنم برگردین ویجیلند. حالا نمیدونم تو اصلا میشناسین طبیب غریب و شیرم ها؟ علی بابا جان خیلی زیاد در واسه اینجا ولی فکر کنم یه افسانه است نمیدونم واقعیه. آها تو هم شنیدی یعنی؟ نمی کنم حرفا تو بابا جان با این که بهت خیلی اعتماد دارم. بله همینجا. از کجا شنیدی؟ از دو سخته هم بابا جان. نه به زمان گذشته. یه لحظه دوست دختر تو اکسش دکتر استرنج این یونیورس بوده. چی داره میشه آقا ما اینو الان باید همین چیکار باید بکنیم؟ تو نیا اصلا تو بحث ما نیست. گفتی آقا بیشتی اما تنها آقای ما آقا نگفت پیره مرد که بایسا بیا برو بیارش برو بیا اختون دیگرنی بازم بده با هم رو سرگرم باش معلومی اختون اخت بازم میدی بدی آره از بستگی داره که پسر خوبی باشی یا نه. ما الان داستانمون اینه که یه راه داریم پیدا میکنیم واسه رفتن ولی من بازم میترسم. آخرین باری که به حرف این پدرام گوش کردیم تو این قبرستون دره ایم. آخرین بار که به حرف گوش کردیم ما اومدیم که کمک کنیم دیگه. منو شما فرستادین دنبال خونه. من اصلا نمیخواستم برم. غلط کردن اینا. کی شروع شدیم ماجرا؟ زمانی که محسن طرح داد. اصلا نمیرفتیم. آقا برای چی برای چه خالی کردیم ارسل میزدیم تو دهن محسن؟ والا نه یعنی نه خودشو میسوزوندیمش. هر هم خوب بود خودشو دست و پاشو میگرفتیم سه بار کونشو میزدیم زمین درست میشد دیگه. سه بار نقطه ریستشه. الان مشکلی که داریم اینه که پدرام واقعا دیده. یعنی تو آخه نگاه کن الان چیزایی که اون من شمشیر نگاه کن. شمشیری که من دارم میبینم واقعا چیز خفنی. یا همه تکنولوژی روزه. یه دقیقه بنداز یه دور دیگه بندازش بذارش ببینم. تو دستش دوباره یکم زاویه پیدا کرد. یکیشو پس بده یکیشو پدیو بده. اگه میخواستی من طرح جدید بدم الان نیما رو معلوم کردم که نتونه دست کشید. نخواستیم همین جایی هم که هستیم از سر طرح شماست. نه اصلا اینطور نیست. من تکسی کنم نه دست رو نیست. خب اینم آخرشتی دیگه بیاشتی باشیم حله. ببین ناکن قدرت رو بدی دست نیما. این بی جنبه است. این سگ بی جنبه است بلد نیست. قدرت بعد همیشه دست من باشه که من بتونم این نیما رو کنم. سلام نیما. قدرت دست تو رو هم دیدیم با این طرحات. الان تقصیر تو هستم. نه آقا هر اتفاقی که مربوط به گذشته بوده رو بذاریم کنار. آره بیم بریم سمت پورتال ببینیم تموم میشه این ماجرای لعنتی. آخه پورتال پورتال چیه؟ نه پورتالی کجاست؟ که پشت خونه پیرمرد بود ترکید دیگه از اون هیچی نمونده. اون که ترکید. یه پورتال نیمسوز میخواین. ها یعنی الان قبول کنیم این ایده رو؟ آره بابا ببینیم تمومش. باره ای داریم؟ آخه اگه پورتال رو طبق فرمول پیرمرد بسازیم همینه که جمعشون کردیم کدوم مسیر مطمئن تره؟ امین ما یا تا ابد اینجا گیر میافتیم یا بالاخره باید یه تلاشی بکنیم و ببینیم این طبیب غریب کاری واسمون میکنه یا نه. طبیب غریب تازه میگفت از بین بی نهایت دنیایی که وجود داره دنیایی که شما الان توش هستین دارین چیز میکنیم بدترینه. واقعا ایوه راجب ویجیلند چی نگفت؟ راجب ویجیلند نه راجب چی چی نه فختتش کارش داره ازش نگهداری میکنه درست؟ خونه همون سرجشه. یه ذره روم نشد بپرسم یعنی روم که نه میترسیدن جوابی که بهم بده ولی خب میبینیم خود طبیب غریب و احتمالاً به زودی ازش میپرسم. آره شاید ببین به نظرم با توجه به اینکه این پیرمرد ما رو داره هی جای خطرناکتر میبره به نتیجه ما رو نمیرسونه فکر میکنم ما رو اسکل کرده. تازه فهمیدی؟ تازه متوجه این شدی؟ راه نگاه کن اسکل رو نگاه کن تو نگاه کن بعد الان فهمیدی که اسکلت کرده الان فهمیدی عقل پیدا کرده این حتی از نیما هم زوال عقلش بیشتره. شاید تو پورتال نیمسوز دیگه ای میشناسی این اطراف؟ بله بابا جان هستن زیادم. بلدی جاشو؟ اوه نگاه هوا داره تاریک میشه بابا جان بیا دور آتیش استراحت کنیم خورده بعد میتونی ما رو ببری؟ دو دقیقه به نظرت این ایده ای که پدرام میده منطقیه؟
بله بابا جان. بله. فقط نیما رو نبرید. نیما رو اسمم باشید. نه بابا من اتفاقا میخوام فرسنگ ها از دست تو دور شم. پس با این حساب پلن ما تغییر میکنه. باید بریم دنبال یه دونه پورتال نیمسوز بگردیم. ببینیم طبیب غریب چیه. پلتمون تغییر. پلات؟ همون که شما گفتی همینطور. حسین بیا یه چیزی هم طبیب غریب بودم دو تو به من گفتن در گوشت بهت بگم. بگو. این گفتش که احتمالاً قراره به زودی از فرمانده به سرباز تبدیل شه. چی؟ آخ جون. چی؟ بیا اینجا ببینم. بیا اینجا ببینم. این گفت یعنی همچین حالتی پیدا میکنیم ولی دیگه گفتم حالا نگفت با حفظ سمت سرباز میشه. ببینیم تو قسمت بعدی چه اتفاقی میفته. میتونیم برگردیم ویجیلن یا نه. با امون همراه باشید.